امشب باید این ماشین آماده بشه. میام که ببرمش فرخ. اون ماشینو به تو نمیده. منظورت چیه؟ اینجا یه جورای شهر منم هست. اینا هم شهریام. کماکان از سابقه منم خبر دارم. اتفاقا تو به همین دلیل انتخاب شدی. رو بچه هم از لحه کشید. میخواست بچه هم. به خدا از لحه دست من بود. به خدا دست من بود. آقای بازپرس تو رو خدا. ما دیگه اینجا کاری نداریم. به خدا دست من بود. به خود چرا من رو با من نمیکنم. اتفاقا حالا وقتشه که برم باش تصویه حساب کنم. کدوم تصویه حساب؟ شهرام مرد. شهرامو کشتم. مهری شهرامو کشت. خودشم الان تو زندانه. قضیه یه مقدار پیچیده است و برای همین نجات مادرتون یه قدری مشکله، اما این معنیش این نیستش که اصلا نشه کاری کرد. خب از این چی کار میشه کرد؟ اولین کار اینه که شما برید به پدرتون زنگ بزنید و خیالش راحت کنید. زنگ بزنم چی بگم؟ همین که گفتم، بگید که دوستاش کارشون رو برای نجات مادرتون شروع کردن. یعنی چه کاری شما؟ چجوری میخوای مامان من نجات بدید؟ ببینید، کاری رو که من میگم باید انجام بدید. چه کاری؟ ببینید، تا چند روز دیگه دادگاه مادرتون تشکیل میشه. خب توی دادگاه ماجرا رو اونجوری که من میگم تعریف میکنید. یعنی چجوری تعریف کنم؟ خوب گوش کنید. شهرام کانفر بین دوستاش شناخته شده است. اون که دائم الخم بوده. زمانی که اومده اینجا مست بوده. نه اون گوش کنید. اون مست بوده و به شما نظر داشته. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ تعقیبم کردی؟ اومدم بهت بگم به همین سادگی نمیتونیم با این ماشین و محموله توش بزنی و چاکو فرار کنی. شهرام حق داشت به خاطر حماقتت از کار بزنتت کنار. قربان منو ببخشید، من واقعا نمیدونم این چجوری منو تعقیب کرد. حالا هر بلایی که شما بگید من سرش میدم. خفه شو، فقط یه بار دیگه اشتباه کنی خودم میکشمت. برو گم شو، بگو بیاد تو. چشم. ولی قربان این خیلی چیزا در مورد ما میدونه ها. مراسم معارف قرار بود یکی دو شب دیگه باشه. الان کار میکنیم. ولی برو بگو بیا تو. چشم. برو بگو بیا تو. خوش اومدی آقای پارسا، برای آشنایی عجله نشون دادی. هم اشکالی نداره، مشتاق دیدار بودیم. ببخشید که برای پذیرایی شرایط مناسبی نداریم، اما خب یه قهوه که میتونیم پذیرا باشیم. چیه؟ تو زنه داری دنبال اسم من میکردی؟ به خودت فشار نیار، درست حد زدی. خسروی هستم. اسم و خبرمو زیاد توی جرای شنیدی و دیدی. سرد نشه. شهرام خیلی به تو اعتماد داشت. بیچاره در مورد تو خیلی با من حرف میزد. از امانتداری و وظیفه شناسیت میگفت. سرد نشه. واقعا باید برای خودم متاسف باشم از تعریف شهرام. نه 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 نه، من و تو هنوز زنده ایم و میتونیم به خواستهامون برسیم. مرگ شهرام تأسف داره که نه به آرزوهاش رسید نه به خانوادش. نمیدونم حالا که رسیدیم بزن و بچهش چی باید بگم. وقتی بچهش بزرگ شد قصه مرگ پدرش چجور باید براش تعریف کنم؟ بگم که قاتلش بوده. تقصیر خود شهرام بود.
اون حق نداشت زن بچه منو گروگان بگیره. قبول دارم، قبول دارم. شهرام یه خورده زیادی روی کرده بود و خانواده تو رو ترسونده بود، مخصوصا دخترت که بهش شلیک کرده بود. اما خودش هم ترسیده بود، ترسیده بود هرچی رشته با کارای تو پنبه بشه. خب تو اینطور مواقع آدم ها خطرناک میشن، درست مثل وضعی که منو تو داریم. پس الان خوب میدونی که من میتونم براتون خیلی خطرناک باشم. آره، اما من با شهرام فرق میکنم، چون نمیخوام اشتباهی اونو تکرار بکنم. از اینجا به بعد من و تو با هم طرفیم. تو یه چیزی از ما میخوای، ما یه چیزی از تو. حتما شهرام در مورد سفرمون بهت گفته. ما تا دو روز دیگه این شهر رو ترک میکنیم. مقصد ما یکی از کشورهای اون طرف خلیج فارسه. تو یه لنج برای ما کرایه میکنی، مامزرت آزاد میکنی. همین. تو فکر کردی من اینقدر احمقم که حرفاتو باور کنم؟ یه متهم به قتل رو چجوری به این زودی و راحتی میخوای آزاد کنی؟ نه تو احمق نیستی، اما بهتره بدونی که حکم خیلی از متهما رو ما امضا میکنیم. قاضی ها فقط یه ماشین امضا. اینا رو خوب میدونم، به خاطر همینی که بهتون اعتماد نمیکنم. نه میتونی، چون به نفته، چون چاره دیگه ای نداری. خیلی مطمئن نباش، چون من الان هم جاتون رو میدونم، هم از تمام نقشهاتون با خبرم. گوش کن فرخ، ما به تو اعتماد میکنیم، تو هم به ما. ما از دلبستگی تو به خانوادت با خبریم. اینم میدونیم که تو برای رفتن از این شهر کمک بزرگی هستی، پس مجبوریم تو رو راضی کنیم. اگه عاقل باشی به هیچ کس لطمه‌ای نمیخوره. تو انتخاب شدی برای یه کار بزرگ. حالا برو خونت، منتظر تماس همسرت باش. برو. شب خیر. دورج. بله آقا. باز که ببینمشون. چشم. افشار باز اول صبح شد اومدین دنبالش؟ تو زر نزن، آماده شو بریم. یه بار دستشو دستبند بزن ببریمش. کجا سر کنی؟ هنوز صبحونه نخورده. خونه خاله زیر هشت. واسه چی؟ دو روزه تو اومده اینجا، دم به دقیقه میان دنبالش. سرکار جرمش چیه؟ تو مفتشی، برو بشین سر جات. مفتش چیه سرکار؟ این بدبخت داره غم و غصه دق میکنه، میخوام کمکش کنم. چونه من سرکار؟ جرمش چیه؟ قتل. سولی میگه قتل. این پاستوریزه پاستوریزه است، گروه خونش به یه حرفا نمیخوره، میگه قتل. حالا کیو کشته؟ شوهرشو. یه مامور عالی رتبه ساواک. ببرش بیا. میگم بیا تو باش. حکمش چیه؟ اعدام. برو بشین سر جات حرف نزن.
کجا؟ تو کجا؟ نمیدونم چجوری بهت بگم مهری. هوا تو بود، من گل خوردم، تو بعد هچلی افتادم. کجایی الان؟ من الان خورم شهرم، ولی سعی میکنم فردا برگردم تهران. کاش الان اینجا بود. بچه ها خیلی تنها فرق. میدونم، ولی نمیتونم مهری. کاری رو که شروع کردم تمومش کنم، اونم فقط به خاطر تو و بچه ها. تو هم نگران بچه ها نباش، حالشون خوبه. منم سعی میکنم هر چیز تر برگردم تهران. فرخ یه آقای اینجا میخواد بود حرف بزنه. کیه؟ مری به خود من هر کاری میکنم به خاطر تو و بچه هست. ته دلم روشنه که تو هم به زودی آزاد بشی. سلام آقای پارسا، من و دوستان داریم برای نجات همسرتون تلاش میکنیم. ببین آقا، من فقط خبر آزادیشو میخوام، همین. نگران نباشید، یکی از دوستای ما قاضی پرونده همسرتونه. معنیش اینه که لازم نیست مراحل طولانی و عادی کار رو طی کنیم. مطمئن باشید اتفاقات اون جوری پیش میره که شما میخواید. باشه، خیلی ممنون. اگه ممکنه گوشی رو بدین همسرم. با اطمینان اینو میگم، من یکی دو روز حکم براءت همسرتون رو میگیرم. فرخ مری، این آشغالایی که من تو رو گرفتار کردم به هیچ کدومشون نمیشه اعتماد کرد، ولی از یک چیزی مطمئنم، اونا سخت به من احتیاج دارن. بدون من اصلا نمیتونم به خواستارشون برسن، یعنی هیچ غلطی نمیتونم بکنن. مطمئن باش. گوش کن ببین بهت چی میگم. من بهت اطمینان دارم، اگر اشتباهی کردی جبرانش کن. میفهمی؟ باشه، ممنونم. خدافظ. زیر همه این برگه رو امضا کن. اینا چه؟ مدارک و اظهاراتی که نشون میده کار شما کاملا دفاع از خود بوده. من یه ساعت دیگه با قاضی قرار دارم، میخوام بدون هیچ تشریفاتی حکم براءتتون رو بگیرم. امضا کنید.
داری میلومونی اینجینا چی شد؟ هیچ باید منتظر شیم سابلنج بیاد اگه اومد ساکت میشی و یک کلم حرف نمیزنی من خودم باش حرف میزنم اتفاقا بعدم نمیاد شانس امتحان کنم ولی بعید میدونم به همین راحتی قبول کنم میفهمی چی میگی؟ حداقل تو این دور و حوالی 100 تا لنج پیدا میشه تو یعنی نمیتونی یه لنج پیدا کنی؟ این 100 تا فقط چند نفرشون تو کار قاچاقن تو اونو تا میرسه هم میگن جنست چیه کالا چیه کجا میخوای بری؟ همچین که میفهمن باید آدم رد کنن یه جوری گلاب سنگمون میکنن و میزنن در میرن ببین فرخ تو سالها با اینا دمخور بودی مطمئنم که میتونی یکی رو پیدا کنی من با اونایی که دمخورم حتما قاچاقچی حرفه‌ای هستن تا الان صابون من به تنشون خورده یه جوری نقره داغشون کردم میفهمی؟ باشه میریم سراغ یک کدوم از همینا خیلی خوب اونی که قراره بیاد یکی از هموناست منتظر شو تا بیاد دارن خودشو منم شناخته ببینی شهر حراسونه یه جوری حالیش کن که وضعیت فرق کرده این بار خودت میخوای بری بذار فکر کنی که تو مشتریش هستی پولم هرچی میخواد بهش بگو بهت میدیم نیجا بینون مایست سره چه کار کردی تو نیجا بینون من وقتم کردی تیشت بزنم یا بلنزم جلو کوسه ها والله به جون آسم هیچ کاری نکردم تو لنج بودم دیدمشون رفتم بیرون سیگار بگیرم یو از اون پرسید آسم کجا همین جنسا کجا هر چی کارتون بود گذاشتم اون زیر وای داری خوستوار میبینشون چیکار کردی تو حتما یه کاری کردی که دیدت دیگه والله خدا آتیش آسم ولش کن خوب چشم من دور دیدی داری برای خود جولو میدی ها استوار چی شده چه افتاد رفیق تهران همه نفس راحتی میکشن ادسه همه که نه فقط تو چند نفر دیگه که نون حلال از گلشون نمیره پایین و حلال چی؟ خودشون تا میتونن میخورن و میچاپن نوبت بدبخت بیچاره که میشه خونه شون آتیش میزنن حلال خواه یکی آوردی با خودت مامور جدیده؟ اولا مزخرفه میگه بعدم آشناس نه ترس ترس چی بابا؟ من دیگه چیزی ندارم که تو ببری آسم بیچاره شد استوار بنده خدا خونه گره گذاشته 35,000 تومان ببین گوش کن سرکار استوار کاری با بارت نداره اومده یه پیشنهادی بهت بده که بتونی همه بده یادو بدی فقط چند تا مسافر داره میخواد بفرسته اونور آب همین مسافر چی؟ تو به این کاراش کاری نداشته باشی تو فقط پولتو بگیر مسافر اینجوری بالنج برو بر آب نه استوار قاچاق استوار قاچاق ما با استوار معامله نمی کنم گوش کن نه تو گوش کن استوار برام دام درست کردی نه؟ ما تو چه دشمنی با اسم داری؟ اینا همش پاکت سیگار برد ببر برای خودت یلا ببر نمیخوایم هری آسه آسه چیکار کنی؟ به تو بگم دست رو درد نکنه خیلی ممنون اینجا کجاست؟ اینجا آخرین شانس شماست خدا کنه جواب بده تو بایستا من برگرد سمیر
سمی اومدم. یعنی بدبخت شدن رفت یارو که زدم مرده اومدی دستگیرم کنی؟ سمی چیه نه حاج ساکت هر بزن. خب چی شده در؟ ساکت باش. نه اون طرف زنده هست، حالش هم خوبه، سر مورو گونده است. یعنی اومدم دوباره برام بزنمش؟ شد میگم یواشتک چیو بزنی؟ اون چیو بردی با خودت؟ اون دوستمه و من با عمو جمال کار دارم. عمو جمال تو کار خلاف نیست، بخواد تو کار مایه فروشی مثل خودم چی کارش داره؟ میدونم میخوام بهم کمک کنه. ببین عمو جمال دل خوش هستو نداره، یعنی ببینه شر رو بپن میشه، ول کن تو رو خدا. یواش حرف بزن. باشه فردانه ببر پیش عمو جمال. خب استوار هنجویش تو بیا. یا الله یا الله. سلام علیکم. سلام علیکم. وین عمی؟ عمو جمال سلام علیکم. شلونك؟ زين الحمد لله. كيفك زين؟ شتحولك؟ ايجي شلونك؟ يا هلا يا هلا يا هلا. سلام عليكم. ايش مالك عمي؟ هاي مهمان. تو قرد كردي با استوار. امي وين تروح؟ مهمان يا عمرمان كيف برای من مهمان یاری؟ وای چقدر حرف جمال؟ ها جمال شبیک پچت شده؟ تو همیشه مهمونه میذاشتی رو سرت. ها میذاشتم رو سرم دیگه نمیخوام مهمان. بزن همه وش دو دقیقه میام باید حرف میزن، اگه نخواست خودم ردش میکنم. رحمان والده الله خلیک. از تو بیارمش. چشم از زندن برستم بخاطر تو چیکار میکردی تو؟ ناخدا من الان گرفتارم، حتما سمیر بهت گفته، هم به کمک خودت احتیاج دارم هم لنج تو میخوام. اصوار فقط میخواد چند نفر براش بری کویت. همین انتناده چی؟ اسکت سب کن سمیر. همینجور که سمیر گفت چند نفر میخوام برن اون برا، پول خوبی هم میدن، فردا پس فردا میخوام برم. حالا حاضری کمک کنی یا نه؟ اومدی خوده میکنی؟ گلارو چایی تو خوردی بلند میشی؟ داری چی کار میکنی جمال؟ استوار تو خونه ما مهمونه. تو از چیزی خبر نداری حرف نزن. لا تشی خودت چی؟ فکر کردی مدت که نبودی کی بهمون کمک میکرد؟ زشته به خدا. ها ای کار استوار، اول دستت میبنده میبره محبس بعد کمک میکنه. اگه استوار اون دو تو قبر بودم که. کسی عقل نداره همون بهتره میره تو قبر. تو نمیفهمی این اومده جمال گیر میندازه. بابا این چه حرفیه؟ چقدر عصبانی هستی ناخدا. من الان خودم گیر کردم، به کمکت احتیاج دارم. بهت هم قول میدم هیچ مشکلی برای تو پیش نمیاد. بیا بیا بشین تا برات بگم. بیا گوش کن ناخدا، اصلا سفری در کار نیست. تو بانمود میکنی میخوای بری سفر و پولشو میگیری. همین لذت خف عمی حنه. مثل این که این بار شانستون زده، منم کار خودمو کردم. پس موافقت کردم. دمت گرم مشتی. باری کرد. و علیکم و السلام. علیکم و السلام. نه خودم خواستم یه حالا کارش سیده کنم. سفر سفر کرد داره. یکی لنجش کارو باید تعمیر بشه. دوباره این که دو سفر قصه لنجه. اقا بفتار با عدا کنم. باشه. اینه چرا زودتر نمیگفتی؟ آره گفتم. اشکال نداره. بیا این پیش برداخت. قصه بعدی هم وقتی سوار شدیم بهت میدم. وقتی هم رسیدیم اون طرف آب تصفیه حساب کامل باز میکنم. فکر میکنم برای بردن سه نفر پول خوبی باشه که دارم دارم میدم. همه
شما نگران پول نباشید. بیا اصلا همش مال شما. فقط میخوام زودتر به جنبید و دست به کار بشید. همین. زین هله دارم کم کم به این سفر امیدوار میشم. را بیا فریم. حالا نوبت شماست که من امیدوار کنی. حق با تو. باشه. تو قبل از سفر خبر آزادی همسرتو میشنوی. حالا هم برو خونه استراحت کن. میام بهت سر میزنم. یه بار دیگه باید برنامه سفر رو با هم دیگه مرور کنیم. آه؟ بریم. تو اون ناصر اصلاحی خسته کردم. شرمنده که کار زندگیتون رو ول کردین افتادین دنبال من. آه افتادیم دنباله. چرا؟ چون به ما اعتماد نداری. چرا؟ چون من نگران کارهاتم. فرخ خواهرم تو حبس زیر تیغه. بعد میگی تو قرار نبود بری تهران. پس چرا تا الان نرفتی؟ شریف من تحت نظرم. نمیخوام هیچی خراب بشه. تحت نظر؟ تحت نظر کدوم خری؟ بگو تا من حسابشو برسم. من معذور بودم تا امشب نمیتونستم بیام سراغت. ولی امشب از تو ناصر میخوام نصف شب بیای نخلستون. اونجا همه چیو برات تعریف میکنم. ناصر نگرانته. میگه دست فرخ با این کله گنده هایی که میخوام برن اونور آب توی یه کاسه است. حدس ناصر درسته. درسته؟ داری بهشون کمک میکنی؟ خونسرد باش شریف. اونا قول دادن مهری رو آزاد کنن. ولی میدونم این حرفش هم یه دروغ دیگه است. الان دو نفرشون اینجا هستن. فردا شب که همشون جمع شدن از تو و ناصر میخوام بیاین کمکم تا دستگیرشون کنیم. امشب بهتون میگم نقشم چیه. صبر کن فرو. گیریم دستگیرشون کردیم. بعد میخوای به کی تحویلشون بدی ها؟ نمیدونم. شاید بردمشون تهران. حداقلش اینه که رسواش میکنم، نمیذارم پول ملت رو غارت کنم. شریف چی شده؟
فرخ چی میگفت؟ فرخ گرفتار شده عطری. ویس خام ولی اونی کجا؟ چه؟ توفنگو بله چی ده؟ ممکنه لازم هم بشه. بسم الله هر کجا که قایمش کردی بردار بیار برو. خسروی خسروی آقای خسروی خدا بده برکم. خسروی اینجا کجاست؟ یه جای ام. چته؟ چرا که نگرانی جلالی؟ مطمئنی که امه؟ اگه کسی تغییرمون کرده باشه چی؟ بهت گفتم تو هواپیما یکی دو نفر تو نخم بودن. خب طبیعیه چون تو گاوه پیشونی سفیدی. میدونی اگه دستگیرمون کنن چه بلایی سرمون میارن؟ آره قبل از همه تو رو سینه دیوار میذارن عزیز من. گوشگان هزار بار گفتی گفتم همه چی رو حسابشو کردم. دیگه نگران چی هستی؟ پس مطمئنی؟ آره چیکار کنم؟ دست خودم نیست حالم خرابه. کجا؟ چمدونتو من برات بیارم؟ باشه با آم چه خبره؟ کسی نیست بیا تو داره چی کار میکنی؟ میبینید که قربان دارم محموله رو میچینم تو چمدون. یه لنجم پیدا کردیم فردا دیگه میتونیم حرکت کنیم. خیلی ببخشید آن قیافه شما چقدر واسه من آشناس. من شما رو میشناسم؟ اسم شریفتون؟ همینقدر کافیه که بدونی آقای جلالی هم سفر ما هستن. خسروی دستشویی کجاست؟ حالم خیلی خرابه. اونجاست. ببخشید قربان ایشون گفتم هم سفرمونه. ببخشید قربان از همین سفیر مفیراست دیگه. نه خیر یادم اومد از این مدیرای بانکیه. نه شاه کلید این سفره. بفرمید قربان. اگه اون نبود نه این محموله بود نه این سفر پر درد سر. باید خوب ازش پذیرایی بشه. میگم که خودشو خراب کردی بود. خیلی حق داره به ترسه. کافیه دوتا آدم احمق مثل تو فرخ هم سفر آدم باشن. حساب آدم پاکه.
آقا مگه ما چه خطایی کردیم؟ خطای تو اینه که حواست به کارهای فرخ نیست، اونم یه احمقی که هنوز به فکر خوشخدمتیه. منظورتون چیه؟ منظورم فکرهایی که توی سرشه، یکی اون بیرونه که این خونه رو تحت نظر داره. فکر کنم فرخ ازش خواسته که مراقب ما باشه. دست نسوزه، اینو بردار، اون خوب پخته. بگی ناصر، خوشمزه، نسوزی ها از چشو شریف، میخواست بیاد تا حالا اومده بود، نکنه سر کارمون گذاشته؟ شاید گرفتار شده، میگفت نمیخواد اونا به شک کنن. یعنی چی؟ چه میدونم، میگفت نقشه داره، میخواد اونا رو به دام بندازه. من که باور نمیکنم. چیه؟ میگی هممون فریب داده؟ اصلا نگفتم فهمیده ما دنبالشیم، احتمالاً خواسته اینجا به کارتمون تا راحت به کاراش برسه دیگه. یعنی چی علی؟ خب راست میگه. افراخ بعیده میخواد با همچین آدمایی همکاری کنه. ببین به من ربطی نداره ها، ناراحت نشو از من، اما با اون چیزایی که من از یادم فهمیدم، اگه گول وعده وعیدا اینا نخورده باشه، گول سادگیشو خورده. برای چی جون نگاه میکنی؟ مگه آدم یوم توی دستگاه خدمت نکره خودش سادگیشو نشون میده دیگه. فرخ استعفا داده. استعفا چی شریف جان؟ مگه تو بچه‌ای؟ مگه آدم نگفته اومدم ماموریت؟ خب وقتی استعفا داده چطور اومده ماموریت؟ اون به خاطر نجات مهری هر کاری میکنه. ساده ای تو به خدا. ناصر کوکا داره دیر میشه ها، چیکار میخوای بکنی؟ اون اینجا فقط علافیه. ناصر میخوای چیکار کنی حالا؟ حالا که خودش نمیاد ما میریم دنبالش. اومده. سلام. علیک. برو حاضرشو بریم. قرارم نبود امشب یه دوم. قرار مرا رو ولش کن. تو خسروی رو نمیشناسی. اون آدم عجیب و غریبیه. میخواد از همه چی مطمئن بشه. حالا هم برو حاضرشو بیا، زود برات میگردونم. آخه باخر رو ولش کن. برو زود بیا. برو منتظرتم. متل نکن. سلام علیکم. سلام آقا فرا. سلام علیکم. براتون غذا آوردم. ممنون، دست شما درد نکنه، الان وقت ندارم. خیلی ممنون. سلام، خسته نباشی. اینجا چی کار میکنی؟ والا غذا آورده بودم برای فرخ. فرخ کو؟ فرخ رفت. رفت؟ ها حتما رفته نخلسون، نگفتم میاد؟ نگفت کجا میره؟ نه والا، فقط خیلی عجله داشت. ببخشید خانم، با چی بود؟ با ماشین. تنها؟ نه، با او دوستش که از تهران اومده بود، با هم رفتم. ناصر یه دقیقه بیا. عطری تو برو خونه. یک کلام اون بگو چی کار میخواید بکنید؟ والا خودم هم نمیدونم،
هرچی هست امشب معلوم میشه. شریف ما نگرانم. شریف یه دقیقه بیا. ناصر ناصر این چی؟ چرا تا حالا نگفتی که اسلحه دارم؟ به تو گفته بودی؟ خواهی میخوای چی کار کنی؟ کاری که لازمه. را بیافت بریم. بریم. سلام ناصر. سلام آمه. چه خبر؟ چراغش من روشنه. یعنی الان تو هم؟ حتما تو هم. یعنی چی حتما تو هم؟ من اینه گفتم چشه اینجا برنو دوتا ما برگریم. خب ما یه دقیقه رفتم منصور رو بیارم کمکم. خیلی خوشحالوش نکنید. ماشین نیست؟ یعنی چی؟ ما چه غلطی کردم اینجایی دادم دست تو؟ میدونم پاشا هر موقعی که رفتم مطلوبی برام گذاشتن رفتن. چیکار کنم؟ حالا خودم بپرم داخل؟ علی با احتیاط بپر پاره. کتری هنوز گرمه. ها ناصر این چیه؟ امیر اون بالا چه خبر؟ هیچ که بالا نیست. این چیه؟ بلیط هواپیماست به اسم جلالی. جلالی میشناسین؟ مال کی؟ مال همین امروز عصره. ناصر حالا چیکار کنیم؟ بچه ها دیگه رسیدیم. را بیفتیم بریم. راست چه بگو؟ موضوع چیه؟ گفتی خسروی کارم داره. میخوام بعد از مرگ شهرام این سفر کشته دوم نداشته باشه. سمیر چی میگی؟ او سفر با اونا بود یا نه؟ این هم پاشون برسه اون بر آب قطعا تو رو میکشن. اون آدمی که به اسم وکیل رفته سراغ دخترت مأمور ماست. بیچاره دخترت که باید قربونی وظیفه شناسی تو بشه. قصه نخوره کیمیا، اصلا نگرانم. دیگه برگشت توی کار نیست. حد برسه به این آبا اون ساعتی که پارت میکنه. اگه این قدم آخر رو خوب برداری هیچ مشکلی برای کسی پیش نمیاد. با توجه به مدارک جرم متهم محرز و به شد مجازات محکوم میگردد.